توی این پست میخوام شما رو با نحوه زدن این امضای فوق العاده شیک و رسمی با روش بسیار ساده آموزش بدم تا بتونین امضا رو به شکل خیلی خوب یاد بگیرید و حتی تغییراتی هم که لازم داشته باشه روش اعمال کنید. به کانال خودتون هم خوش اومدید. من لطفعلی خانی کمکتون میکنم تا بتونید انشالله برای خودتون یه امضای فوق العاده شیک و جذاب داشته باشید. برای اینکه بتونید اون امضا رو بزنید ما از عدد 48 استفاده میکنیم. دقت کنید، یه عدد 4 رو به این حالت مینویسم و با یه خط افقی از سمت نقطه خود روی عدد 4 به سمت چپ و به سمت راست و وصلش میکنم به عدد 8. یعنی الان 48 اینجا دیده میشه. میتونید این قسمت نام یا فامیلیتون رو بنویسید، حالا چه فارسی چه لاتین دیگه بر اساس سلیقه‌تون استفاده کنید. من اینو آروم زدم که فقط نحوه اون زدن امضا رو ببینید، ولی تمرینات زیاد که داشته باشید میتونید با سرعت بهتر هم بزنید. به این صورت یه بار با سرعت بزنم ببینید، به این حالت و به این حالت. حالا میتونید حتی تاریخ هم اینجا بزنید، 20-24 مثلا. شاید تمایل داشته باشید که در یک مرحله این امضا رو بزنید. این حالت هم میشه. من این رو که عدد 4 رو نوشتم میام این ور، ببینید مستقیم همه اتفاقات در یک مرحله اتفاق داد. برمیگردم باز 8 رو اینجا مینویسم و نام هم باز میتونم اینجا قرار بدم. حالا این یه مرحله باشه یا دو مرحله بسته به سلیقه خودتونه. خیلی از افراد فکر میکنن که در کامنت هایی که توی حالا چه همین فضای یوتیوب یا آپارات یا حتی اینستاگرام، اکثر افراد فکر میکنن امضا حتما باید یک مرحله باشه که چون چیزی وجود خارجی نداره و میتونه تا دو مرحله سه مرحله باشه بسته به سلیقه خود شخص، توانایی خود شخص. یه نفر میتونه با چند حرکت یه امضای خلق کنه که هر کسی نمیتونه اون امضا رو بزنه و جهلش کنه. این چون از جهت جهلش دارن میگن، خاطر همونه میگن باید یک مرحله بشه، ولی هیچ ربطی نداره، میتونه امضا تا چند مرحله هم شکل بگیره و اون زیبایی که در امضا وجود داره رو حالا چه با یک مرحله و یا چند مرحله به وجودش آورد. مهمترین اصل اینه که امضا باید در توانایی شما شکل بگیره. بعضی از خطوط ممکنه در توانایی شما نباشه. شما مثلا میاد به فرض این 4 رو دارید می‌نویسید، شاید این قوس پایین رو نتونید انجام بدید. باید این قسمتش تغییر کنه بر اساس توانایی خودتون شکل بگیره. یعنی ما معمولا مشاوره میدیم برای کسایی که طراحیشو انجام میدیم، اون موارد مشکلاتی که داره رو حتما کمک میکنیم تا دقیقاً اون چیزی که بر اساس نقطه قوت اون افراد هست امضا طراحی بشه. حالا اینا هم که طراحی میشه به عنوان نمونه رایگان قرار داده میشه برای کسایی که خب به هر حال خودش رو بهتر میشناسن، میدونن تو این خود تواناییشو دارن. تو بعضی از ویدیوهام که کمک میکنیم که افراد حالا تغییراتی هم به این امضا بدن که دقیقاً همین امضا نباشه، یه تغییراتی تو شکل بگیره که دقیقاً با سلیقه شخصیشون و شخصی سازی بشه این اتفاق بیفته. امیدوارم که تمرینات داشته باشید، مرحله به مرحله تمرین کنید. مثلا همین 4 رو جدا چندین بار تمرین کنید، خطوط افقی رو چندین بار تمرین کنید و در انتها که مسلط شد روی بخش امضا بیایید یک دفعه امضا رو کامل بزنید.